سلام، خسته نباشید. دانیال هستم، اینجا کارگاه خرید شخصیه. کسی اشتباه نیفته. سر ارائه خانم قاسمی بودین همه؟ کیا بودن؟ کیا نبودن؟ بودی؟ نبودن، نه کیا؟ خب، هیچ ایده‌ای داریم که الان بعد اینجا چی بگیم؟ بازه به چی صحبت کنیم؟ الان شخصا بس امنیتی بگیم که حفظ اطلاعات بله؟ اینکه اطلاعات رو برای دیگه دست دیگه رو داریم بگیم چی کنیم؟ الان یه خود اگه دیگه جلوتر بشه من داد نظرم ها خود بگیم با اندازه که در شدیم تا در رابطه با این صحبت کنیم که چطور میتونیم توی عصر امروز که شما هر جا میرید سعی میکنن ازتون داده بگیرن روی این داده ها داده کافی کنن و از شما اطلاعات به دست بیارن و این اطلاعات شما اطلاعات ارزشمندیه، حتی اطلاعاتی که شما فکر نمی کنید شاید خیلی اطلاعات مهمی باشه و خیلی من چیزی ندارم که حالا مثلا فلانی فلانی هم ببینن، ولی وقتی از اون سمتش نگاه میکنید، سمت بیگ دیتا میرید، سمت دیتا ماینینگ میرید، ببینید که اطلاعات خیلی بی‌ارزش شما هم میتونه نه تنها یک گنج بزرگی برای اونهایی باشن که به این اطلاعات دسترسی دارن، بلکه میتونه به طرز عجیبی بر علیه خود شما هم استفاده بشه و حریم شخصی و امنیت شما رو به خطر بندازه. در رابطه با خیلی از موارد، خب کاری از ما برنمیاد، اصلا خیلی مربوط به حوزه ما نیست، امنیت شما در دنیای عادی، ولی چیزی که به ما مربوطه و ما میتونیم روش اثر بذاریم امنیت اطلاعاتی ما در دنیای دیجیتاله، توی رایانشمون، وقتی از اینترنت استفاده میکنیم، وقتی که ایمیل میفرستیم به هم دیگه، وقتی سایت ها رو نگاه میکنیم، وقتی از جای خرید میکنیم، گونده ای داریم توی مانیتور شدن چطوریه؟ با یه سری کوکی ها درست میکنن که دنبال میکنن مثلا تو چه سایت هایی میریم ترکر رو داریم یه سری ترکر هستن تو اینترنت که اصلا کارشون اینه که فعالیت شما رو زیر نظر بگیرن و پروفایل شما رو بفروشن با حالا کسی که تبلیغات میکنه یا کسی که کارهای بدتر میکنه. ولی بزرگترین چیزی که ما هر روزه باهاش مواجهیم و اصلا شاید اهمیتی هم نمیدیم بهش اینه که اطلاعات ما توی مسیری که داره میره و میاد خیلی راحت میتونه توسط هر کسی که به اون شبکه وصله، هر کسی که صاحب اون شبکه است، هر کسی که توی مسیر شبکه من تا ISP منه، کسی که توی ISP منه، کسی که از ISP من تا اون سرور داره کار میکنه، صاحب اون سرور، صاحب مثلا اون VPSی که توی اون سروره هست و تمام اینها خونده بشه. چرا؟ چون اطلاعات ما به صورت متنی داره میره. من وقتی که چرا من میرم توی wikipedia.com یه مقاله میخونم در رابطه با چی؟ حریم شخصی. همه میتونن بفهمن که آقا فلانی آقای X رفت توی ویکی‌پدیا و مقاله حریم شخصی رو و همه میفهمن که ما رفتیم تو ویکی‌پدیا و حریم شخصی رو خوندیم، پس احتمالا آدمی هستی که به حریم شخصیش علاقمنده یا حداقل کنجکاوه و همین میتونه یک اطلاعاتی باشه که هر کسی بتونه ازش استفاده یا سوء استفاده بکنه. برگردیم به چیز واسه یه دونه پنجره فایرفاکس بیارم. این مرورگر فایرفاکسه، مرورگری که اکثرتون ازش استفاده میکنین یا بهتر حداقل ازش استفاده کنین، چون از لحاظ امنیتی یکی از بهترین مرورگرهاست، اگه نگیم بهترینه. مرورگر فایرفاکس در حالت عادی شما وقتی که میرید داخل ویکی‌پدیا en.wikipedia.org خب، الان می‌بینید که با HTTPS وصل شد. در حالت عادی وقتی که شما توی سایت ها میرید با HTTP وصل میشه. وقتی که پروتکل شما HTTP باشه اون بالا
یا اگه اچ تی تی پی باشه هیچی نمی‌نویسه، فقط می‌نویسه ای ام بی تی پی، چون حالت عادیش اچ تی تی پی در حال حاضر. تمام متن‌هایی که شما می‌خونید از درخواستی که می‌فرستید بهش که واسه من چی رو بیار تا متن‌هایی که میاره همه به صورت متن خام تو مسیر داره میره. هر کسی که روی این شبکه باشه میتونه ببینه که شما چیا دارید میخونید، در رابطه با چی دارید سرچ میکنید. اگه من بیام اینجا تو سرچش بزنم مثلا پرایوسی، اگر HTTPS باشه و HTTP باشه تمام این متنی که با شما درخواست فرستادید به صورت پرایوسی توی ویکی‌پدیا، تو ویکی‌پدیا سرچ کردید پرایوسی و این واسهتون یه مقاله بود که محتواش این در حالتی که از حالت عادی استفاده کنید. ولی وقتی که HTTPS میشه یه قفل این کنار میاد، این قفل میگه که سکیور کانکشن شما، شما یک ارتباط امن دارید. چه صورت شما وقتی که روی کامپیوتر خودتون می‌نویسید مثلا پرایوسی و اینتر رو می‌زنید، این متن کلمه پرایوسی دیگه همینجوری نمیره روی اینترنت و تا برسه به ویکی‌پدیا. این توسط کلید سایت ویکی‌پدیا رمز میشه، تبدیل میشه به یه عبارت بی‌معنی، خیلی مثلا یه عبارت انقدی میشه AB08245353 همین چیزا، و این روی خط میره به سمت ویکی‌پدیا. توی مسیر هر کسی که اینو اینترنت اگر میتونید روی این سرچ کنید، هر کسی که توی این مسیر بخواد شما رو ترک کنه ببینه که شما دارید چی کار میکنید، ببینه که شما چیتون رو میبینه، یک سری اطلاعات از شما رو میبینه. موسیقی بسید آها لاکه موسیقی رو اکستنتو دیگه آقای آره اینجا داره تو باش باشه، میبینه که شما رفتید توی ویکی‌پدیا یه درخواستی دادید، ولی اون درخواسته چیه؟ ABC5D40231C8 میبینه که درخواستتون این بوده ولی نمیفهمه این چیه. چرا؟ چون کلن رمز شدن بر اساس یه سری کلید انجام میشه، کلید عمومی و کلید خصوصی. هر کسی هر سایتی یه کلید خصوصی داره که پیش خودشه و یه کلید عمومی داره که به همه میده. سایت ویکی‌پدیا همونجوره، ویکی‌پدیا یه کلید خصوصی داره که رو سرورهای خودشه، هیچ کسی اطلاع نداره غیر از خود اون مدیر سرور که این کلید چیه، و کلید عمومی داره که توی همین وقتی با HTTPS وصل میشید بهش این کلید رو میگیره. پس میاد چی کار؟ این کلیدها چجوری کار میکنن؟ با استفاده از این کلیدها شما میتونید یک متن رمزی درست کنید، یه متن رو با استفاده از اون کلید رمزی میکنید. متنهایی که با کلید عمومی، بعد این دوتا کلیدها با همدیگه متناظرن، هر کلید عمومی یه کلید خصوصی داره که این دوتا فقط با همدیگه کار میکنن. این کلید عمومی هیچ کلید خصوصی دیگه ای نمیتونه داشته باشه، این کلید خصوصی هیچ کلید عمومی دیگه ای نمیتونه داشته باشه. وقتی که شما میدید اینجا کلید عمومی ویکی‌پدیا رو دارید، چون بهتون میده، میاد بروزر شما فایرفاکس متنی که دارید مینویسید مثلا کلمه پرایوسی رو با استفاده از اون کلید عمومی که ویکی‌پدیا بهتون داده رمز میکنه. وقتی که یه متن با کلید عمومی رمز شد، فقط با همون کلید خصوصی متناظر باهاش میتونه رمزش باز بشه. پس این اطلاعات وقتی که میره روی خط، هر کسی بهش دسترسی داشته باشه برای شما مشکل ایجاد نمیکنه، چون نمیتونه بفهمه چیه. چرا؟ چون باید حتما کلید خصوصی ویکی‌پدیا رو داشته باشه که بتونه اون رمز رو باز کنه. از اونجایی که این کلید خصوصی رو نداره، هیچ میتونید مطمئن باشید که هیچ مشکلی پیش نمیاد. همینجوری خیلی راحت میتونید بفرستید، این متن رمز شده میره، وقتی رسید روی سرور ویکی‌پدیا، اونجا کلید اونجا متن شما با کلید خصوصی باز میشه و تازه ویکی‌پدیا میفهمه آها این کاربر واسه من فرستاده بود متن مربوط به پرایوسی رو. بعد چیکار میکنید؟ در جواب این صفحه رو باید بفرسته دیگه. میاد این صفحه رو هم با استفاده از کلید خصوصی خودش این بار رمز میکنه. وقتی با استفاده از کلید خصوصی خودش رمز کرد، روی شبکه میفرسته و میاد دست شما. روی بروزر شما با استفاده از اون کلید عمومی که دستتون هست باز میکنید و این متنی که اومده رو میتونید بخونید. آره، میتونه این کار رو بکنه، ولی HTTPS نسخه‌های جدیدتر SSL که استفاده میکنن، TLS میاد دو طرفه میکنه. شما همزمان که یه سشن واسهتون باز میکنه توی ویکی‌پدیا به فرض، یه کلید عمومی خصوصی هم درجا میسازه که اون خصوصیه تا وقتی که سشن شما هست دست شماست. اون کلید عمومی هم
اون یه شما تو وقتی سشن شما تو سایت ویکی‌پدیا هست، اصلا ویکی‌پدیا است. برگشتش رو هم رمز می‌کنه. با استفاده از چیز TLS، با استفاده از پروتکل TLS. نه، واسه هر سشنی که یه جفت کلید مجزا درست می‌کنه. مثلا منظورشون اینه که ISP ما بین ما و ویکی‌پدیا، ما درخواست رو می‌فرستیم، اون کلید از ISP رد میشه بین پیش ما، پس ISP یه بار کلید رو می‌بینه. آره، می‌تونه ببینه، ولیش اینه که وقتی که اگه ISP بخواد باز کنه اون رو، یه متن باز شده داره. این متن باز شده هر رو باید بفرسته برای شما که ببینید دیگه. هر دو رو داره. یه متن قفل رمز، یه رمز براش میاد، باز شده‌اش رو می‌بینه، رمز رو می‌فرسته. نمی‌تونه. اگه باز کنه دیگه نمی‌تونید بفرستید رمز رو. کپی می‌کنه. به این سادگی نیست. شما متن رو اگر باز کردید دیگه باز شده. الگوریتمش اینجوری میتونید برید بخونید که چجوری این کار میکنه. شما نمیتونید تمام درجه کپی کنید و بفرستید. میتونه ببینه ولی اگه ببینه، آره میتونه ببینه ولی دیگه به شما نمیتونه بفرسته، یا میتونه به شما بفرسته ولی وقتی که به شما فرستاد به شما ارور میده، میگه که این با اون کلیدی که من انتظار داشتم نرسیده. خب چی کار میتونیم بکنیم در رابطه با ما؟ پس فهمیدیم که باید HTTPS استفاده کنیم، اما یه مشکلی که هست اینه که خب خیلی از سایت ها HTTPS ندارن. در حال حاضر در من اکثر سایت های ویب HTTPS ندارن، همه HTTP-RP هم. چرا؟ یه سری مشکلات داره. یکی این که گرفتن گواهی HTTPS کار چندان ساده ای نیست، یک هزینه داره. دو، مثلا اگر iran.ir باشید اصلا نمیدم بهتون، میگن چون تحریم میدون از این داستان ها، کار سختیه. پس ما چی داریم؟ یه سری سایت خیلی زیادی که HTTP هست و یه سری سایتی که HTTPS هست. یه سری جاها این اتفاقات جالبی میفته. مثلا سایت جادی رو میخوایم باز کنیم، jadi.net میزنیم، این بالا میچرخه و بعد بهمون میگه که آقا فیلتره. میایم یه کار دیگه میکنیم، میگیم که https://jadi.net. میایم از ارتباط سکیور استفاده میکنم. چرا؟ چون سایت جادی هر دو تا شده. وقتی که ما از ارتباط سکیور استفاده میکنم HTTPS میبینیم که سایت میاد. چرا؟ به خاطر اینکه محتوا ها رمز شده، اونا نمیفهمن که چه اطلاعاتی داره میره و میاد، نمیتونن چیزش کنن. مگر اینکه بفهمن که یک HTTPS jadi.net هم هست و توی سیستم DNSشون بگن که آقا هر کس ازن خواست بره jadi.net اصلا حولش بده یه جا دیگه، نذار بره jadi.net، بفرستش روی مثلا IP چند تا 43 آی پی سایت پیوند هاست. آره چیز مستقیم بگو اصلا jadi.net اینه. 10 10 34 34. آره الان که ببین چند مدل فیلتر مختلف داری. یکی از اینا بر اساس اینه که محتوای اینو فیلتر بکنه. یه سری بر اساس اینه که کلا میگه اصلا اپلیکیشنی که وجود نداره، مثلا فیسبوک میزنید اگه در حالت عادی بزنید ارور نمیده، به تو فیلتر هم نمیده، یا چندون میشه آخرش که اصلا همچین چیزی وجود نداره. یه سری چیزاش هم مثلا بی بی سی اینه که آقا هر وقت مثلا بی بی سی هر چیزا هر چی توش بی بی سی داشت و اصلا اون سایتی که شما می‌خواستی پیوند داشت. روش‌های مختلف. خب ما مثلا چیکار کنیم؟ ما پس فهمیدیم تا الان که بهتره همیشه از HTTPS استفاده کنیم دیگه، چون ارتباط امن داره. برای اینکه بتونیم همیشه از HTTPS استفاده کنیم یک افزونه‌ای هست به اسم HTTPS Everywhere. این HTTPS Everywhere رو میتونید بدید از سایت EFF بگیرید برای فایرفاکس، برای کروم و مرورگرهای دیگه این هست. بزنید ببندید که سریع تر بیدن کنتر نیست.
HTTPS طبیعتاً یک مقدار کنتر توی کامپیوترهای قدیمی تر هست چرا؟ به خاطر اینکه اطلاعاتی که میفرسته همون موقع نمیفرسته، اول یه بار رمز میکنه بعد میفرسته، از این بار وقتی میاد همون موقع نشون نمیده، یه بار باید رمزشو باز کنه چیز کنه. یه CPU burst داره این وسط، یه عمل CPU burst هست که خب توی CPU های جدیدتر این عمل خیلی سریعتر انجام میشه. احتمالاً ولی منظور شما این نیست، منظور شما اینه که کلن سایت های خود دیر میدن به نظر، درسته؟ این مشکل HTTPS نیست، این مشکل ISP شماست که از ترس اینکه مردم بیان از HTTPS استفاده کنن و از رمزگاری استفاده کنن و ما نفهمن شما دارین چی کار میکنین، از اند HTTPS رو کندش میکنن، هر چیزی رمزگاری شده رو کند میکنن که شما بگید نمیخوام رمزگاری، سریع میخوام بیاد و بفهمن دارین چی کار میکنن و خب مشخصه که دارن شنودتون میکنن دیگه. پس سعی کنید کنید که کنده همیشه از HTTPS استفاده کنید. اگه همه مردم از HTTPS استفاده کنن همیشه روی همه سایت ها نمیتونن کند کنن، چون دیگه غیر HTTPS نیست که بخوان ازش استفاده کنن. شما تش داشتیم این اینترنت رو بگذاشیم. آها، ما یه چیز دیگه سرچ کنم و مثلا سایت رو بگذاریم. اینجا هم برای چیز شد، آرازی شد نشه ها کنم. خلاصه میرید اینجا و افزونش رو نصب میکنید، اگر که اومد اگر نیومدم که از من قبول کنید اینجا یه افزونه هست که میتونید کلیک کنید و دانلود میکنه روی مرورگرتون. و اگر از این استفاده کنید این چیکار میکنه؟ یک لیستی از سایت هایی داره که دو تا پروتکل رو ساپورت میکنن، هم HTTP و هم HTTPS. وقتی که شما از یکی از این سایت ها استفاده کنید توی اون لیست پیدا میکنید که آها این سایت HTTPS هم داره، پس من از HTTPS استفاده نکنم، مستقیم خودش همه این کار رو ریدایرکت میکنه به HTTPS. خود براوزر این کار نمیکنه؟ خود براوزر در حال حاضر نه. اگه بزنید اشت دیدیم که الان اشت دیدیم جادی رو زدیم صفحه فیلتر رو بود بدون اشت ویکی‌پدیا چی کار کرده؟ ویکی‌پدیا رو ما وقتی سادش رو زدیم خودش HTTPS رو بود. خود ویکی‌پدیا یه رولی نوشته توی ویب سرورش که حالا آپاچی یا یونیکس یا هر چیزیه که هر کسی اومد تو HTTP ریدایرکتش کن برو روی HTTPS. ولی خب خیلی از سایت‌ها این کار رو نمی کنن. این HTTPS ریدایرکت اینجا کمک میکنه. و این چیه که دارید میبینید با این صفحه آشنایی؟ این چیه که من سرچ کردم توش؟ این یه سرچ انجینه به اسم داکتاکو. این داکتاکو یه سری خصوصیات خیلی خوبی داره، من به جای گوگل از این استفاده میکنم. یکی این که وقتی که توی گوگل سرچ میکنی گوگل هیستوری شما رو نگه میداره روی سروراش و میدونه شما چیا سرچ کردید، چه کارهایی انجام دادید و بعدا هم مثلا میتونه اون اطلاعات به کسی بفروشه یا به کسی ارائه بده یا تحت فشار قانونی بده اصلا به کسی و این داستانه. ولی این مرورگر داکتاکو دوباره میبینید HTTPS داکتاکو.com یه سرچ انجینه که من ازش استفاده میکنم. این سرچ انجین خوبیش اینه که هیچ اطلاعاتی از شما ذخیره نمیکنه، شما فقط میتونید بیاید اینجا سرچ کنید، سرچاتون رو بهتون میگه، نتایج جستجو رو میاره، یه سری چیزای جالب داره، مثل اینکه مثلا اگه میخواید ببینید مثلا HTTPS everywhere چیه تو گوگل وقتی سرچ میکنید بعد مثلا رو اولی بزنید ببینید که مثلا چی هست. ولی اینجا مثلا خودش بهتون میگه HTTPS everywhere چیه. Is a free and open source web browser extension for Google Chrome, Mozilla Firefox and Opera. یه توضیح از اینجا بهتون میده، میتونید اطلاعات بیشتر رو ویکی‌پدیا ببینید، اطلاعات معروف بشه که اینا رو کی نوشته، آخرین نسخه چیه و این داستان‌ها رو بهتون میده. احتمالاً میتونید بسید تصاویر و ویدیوها در رابطه باهاش همینجا ببینید بدون اینکه وارد هیچ سایتی بشید. و یه سری امکانات خیلی خوبی داره، از جمله اینکه خودش به صورت خودکار اگه سایت از همین فهرست HTTPS everywhere استفاده میکنه و حتی اگه شما HTTPS everywhere رو نداشته باشید چیزی رو اینجا سرچ کنید و روی هر کدوم از این لینک ها کلیک کنید، اگر نسخه HTTPS ازش داشته باشه وجود داشته باشه، این خودش شما رو به صورت خودکار میفرسته به نسخه HTTPS.
دقت جستجوش من واقعا از این راضی ترم از تا گوگل که قبلا استفاده میکنم. من چند سالیه که از این استفاده میکنم. ولی خب سلایق متفاوت داریم. من این رو نتایجش رو حداقل بیشتر میپسندم. ببینید HTTPS فقط متنی که مبادله میشه رمز میکنه یا که آدرس نه آدرس رو رمز میکنه. فقط متنهایی که فرستاده میشه رو مبادله میکنه. بنابراین میفهمن که شما رفتید توی یه سایتی یه سری کار کردید ولی نمیفهمن که چی کار کردید. چجوری میشه به این داشبک رو اعتماد کرد؟ شاید من داره اطلاعات ما رو سیو میکنه. میتونید برید مثلا متنش رو بخونید. یعنی خودشون ادعا میکنن چی؟ آره به فری سافتور خودش و میتونید برید متنش رو بخونید. منظورم اینکه مثلا ممکنه یه سایتی یا مثلا یه سازمانی که من مخابرات هر جای دیگه مثل این یا هر چیز دیگه ادعا کنه که آره من مثلا به حریم شخصی شما احترام میذارم ولی نکنه. ولی نکنه چون خیلی بگید که خب کدتو به هم نشون بده ببینم داری چی کار میکنه. یا اگه مثلا خیلی چیز دارید میتونید از راهکارهایی که در ادامه همین کارگاه میگیم استفاده کنید. وقتی که ریدایرکت میکنه یه سایت ما رو یه سایت دیگه ISP رو میفهمه. وقتی که مثلا من یه سایت بزنم به یه اسم دلخواهی بعد ریدایرکت کنم به فیسبوک. خب بعد میره فیسبوک یا نه؟ نه دیگه میاد تو سایت شما بهش میگه که ریدایرکت کن برو فیسبوک و بخواد بره فیسبوک نمیتونه. خب بس ریدایرکت هم کار رو از اول آره دیگه ریدایرکت فقط بهش میگه که خب اینجا نیست برو یه جای دیگه. ریدایرکت خب لینک رو تغییر میده نمیشه بگیم سایت ما درخواست بده فیسبوک نه سایت VPN داستانش تو داست ولی وقتی که ریدایرکت میکنه نه فقط انگار رو یه لینک کلیک کردی که در تو فیسبوک هم دوشون یک مثلا از پراکسی تو سایت استادی یه سایت هستن میری توش بیزنی مثلا فیسبوک داستان از پیش پراکسی های استفاده میکنن اونا داستانشون متفاوته. اونا از یه سیستمی استفاده میکنن که کش میکنن اطلاعات روی خود سرور بعد از روی سرور به شما میدن. شما رو مستقیم ریدایرکت نمیدن. امنیتش هم خب مثلا هر کسی که صاحب اون باشه میتونه بفهمه که شما اومدید چی درخواست دادید چی فرستادید. مثلا این چیزایی که اینجوریه هیچ وقت نباید توش لاگین کنید چون یوزرنیم پسوردتون دارید میدید به طرف. خب این در رابطه با HTTPS حرفی که میخواستیم بزنیم. نکته دومی که توی سیزشون گفتن اولشون گفتن چی بود؟ رد پاهایی که از خودمون به جا میذاریم. مثلا در رابطه با این ها دوران حرف زده میگیم گفتیم که وقتی میریم تو گوگل اطلاعاتمون رو داریم میذاریم اونجا آیپیمون چی سرچ کردیم با چه یوزرنیمی وارد شدیم و اینا این اطلاعات میتونه بعدا علیه خودمون استفاده بشه. ولی خب اگر از سرویس های مشابهی استفاده کنیم که به امنیت ما احترام میذارن رد پاهایی که از خودمون به جا میذاریم هم کمتره و خیلی کمتر میتونه در آینده علیه خودمون استفاده بشه. مثلا به جای گوگل اگر از دکتر کو استفاده کنیم میتونید یک اطمینان خیلی خوبی داشته باشید که اطلاعات کمتری از شما توی اینترنت وجوده. یکی از اکانت دارن دیگه چی از ما چی میتونه بفهمن مدارس دفرسات نمیشه آی پی هم دارن. ببینید شما بروزرتون از یک نسخه از بروزر دارید استفاده میکنید از یک مثلا فایرفاکس 41 دارید استفاده میکنید اندازه صفحتون چقدره مثلا 1780x760 بعد توی فایرفاکستون چه افزونه هایی نصب کردید مثلا ایکس و ایلگو زده نصب کردید از کجا وصل شدید بهش آی پی تون چیه چه کوکی هایی روی کامپیوترتون هست و من کجا ها رفتید همه اینها کوکی فقط هم کوکی آخه مثلا شما توی یه سایت میدید فقط واسه اون سایت کوکی درست نمیشه دیگه اگه یه تبلیغ مثلا یه دکمه لایک کرد اینجا داشت این صفحه به کوکی فیسبوک هم درست میشه تو فیسبوک میفهمید که شما اومدید تو این صفحه واسه همینه که توی قسمت بعدی که میخوام در رابطه با این بگیم شاید نفهمن کی اومده و نفهم یه نفر اومده که شاید اسم شما رو ندونه ولی یک یوزر 1,870,654 هست که این آقا هست تمام خصوصیات شما رو داره حالا ممکنه اسم رو نداشته باشه خیلی اسم مهم دیگه اسم میزده مثلا به این نیست برای
چون هدفه که ما به آی پی جدید این باید هدف تطبیق بدیم. اتفاقا خیلی واسهشون میارزه چون کارو میکنن. آخه بعد بین این همه جامعه آماری دو نفر هستن که پیاشون خیلی به هم شبیه باشه. یه سایتی هست اتفاقا چک میکنه. کاش آدرسشون پیدا میکردم میگفتم به میذارم بعدا روی اینترنت روی همین سایت گشوره. میتونید برید چک کنید و ببینید که کامپیوتر شما چقدر میگه. من خودم که یه بار رفتم چک کردم دیدم من تنها آدمی ام که این خصوصیات رو دارم. یعنی مرورگران کاملا قابل شناسایی. زیادی به حل شخصی اهمیت نمیده میشه. این توی اصلا توی فایرفاکس و این سایتی میدونی که باره ایزا در اصلا ترسفرینگ دیتا فلان فران فلان آره از فیس میکنم حتی میدیر بعضی رو بعضی رو آره دقیقا مثلا اگه شما برید توی یه سایت بدونه اون میخوای یه میفهمندم چی کار آره مثلا من میرم تو آمازون سرچ میکنم مدل های ساعت مثلا سواچ میرم چند تا صفحه با میکنم پایین هر کدوم از اون ساعت یه لایک داره که مثلا من از این ساعت خوشم میاد شما وقتی که این لایک تو صفحه هست لازم نیست روش کلیک کنی ها همین که لایک لود میشه فیسبوک داره میره کوکی رو میخونه میفهمه که آها این رفته ساعت مثلا سواچ مدل S300 دیده پس به ساعت سواچ S300 علاقه داره گوگل ادز تو هر سایتی باشه گوگل ادز تو هر سایتی باشه شما حتی اگه از گوگل استفاده نکنید هم گوگل میفهمه شما کجا رفتید چیکار کردید چیا دیدید کجا کلیک کردید چه علاقه دارید یه سایت اسپانی بود میمد نصب میشه توی براوزر bestdealsproducts.com میشناسی؟ نه به صورت این من خودم بودو داشته با کامپیوتر رو پایی هر دفعه هر سایتی رو میزنم یه اولش میزنم ترانسفرینگ دیتا فلان 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 من bestdealsproducts آره دیگه مثلا میاد با همه کوکی ها بودم آره به اون سایت هی بس میشه میگه تو چیا دیدی با یه افزونه بلاک سایت بلاکش کرده آره حالا یک سری افزونه خیلی خوب داریم برای اینکه جلوی دار رو بگیم پس تا الان چیا فهمیدیم؟ فهمیدیم که یه سری سایت هستن که ما رو ردیابی میکنن نه فقط توی سایت خودشون که توی سایت دیگه هم که میرید حالا مثلا فیسبوک و گوگل ادز خوباشه که ما میبینیم شما اگه برید توی یه سایت مثلا مثل آمازون حتی میبینید که نزدیک 50-60 سایت ترکارتی هست که شما دارید به اونا اطلاعات میفرستید و هر کدوم اینا مربوط به یه سری ترکر خاصه که همه اونها دارن توی سایت‌های مختلف از شما اطلاعات جمع می‌کنن و ازتون پروفایل درست می‌کنن و اون پروفایل‌ها رو می‌فروشن و باهاشون کار انجام میدن چون می‌دونید دیتا یه چیز خیلی ارزشمندیه توی زمانه ما جمع. من ما یه بار کوکیمونو پاک کنیم کلا شخصیت جای گذاشتم کوکیتون رو پاک کنیم بقیه اطلاعاتتون که هست خب باشه ولی خیلی سخت میشه دوباره ما رو پیدا کنن خیلی سخت آخه شما اصلا نمیدونید چه کوکی هایی هست مگر که کل کوکی هاتون رو پاک کنید مثلا تو کروم آل براوزر دیتا رو کلن همه شما آل براوزر دیتا رو پاک میکنه کوکی ها پاک میشه ولی سایز مرورگرتون همون اندازه هست افزونه هایی که روش هست همون افزونه هایی هست پرایویت براوزینگ چی؟ پرایویت براوزینگ هم فرقی نمیکنه پرایویت براوزینگ هم حالا شما اگه به یه افزونه دسترسی داده باشید که توی پرایویت براوزینگ اجرا بشه اون افزونه ها هستن اگه فول اسکرین میکنید مثلا من که الان فول اسکرین کردم اندازه صفحتون همین در اندازه صفحه مهم نیست که اصلا بعدم تو چه سایتی میگردم خب دیگه از اون شناسه از اون میفهمم که آقا هر کس که مانیتورش این اندازه‌ایه و این افزونه ها رو داره ایگرگه بعد تا حتی کوکی ها رو پاک کنه میگه ایگرگ اومد و کوکی هاشو پاک کرده حالا همین اتفاق میفته آره دوباره اگه فیسبوک لاگین کنید همون اتفاق میفته یک سری افزونه داریم که جلوی اینها رو بگیره دو تاش از همه بهتره یکیش خیلی جدیده و اتفاقا مثلا که خیلی هم خوب کار میکنه من خودم شخصا باهاش کار نکردم ولی اون هم یکی از افزونه های جدیدی که همین EFF داره به اسم Privacy Badger سرش کنم اینجا سرش کنم اینجا پرایوسی بجر میاد چیکار میکنه؟ میاد وقتی که شما میرید توی سایتی چک میکنه که کدوم به چه کانکشن هایی زدی دفعه اول اوکی میگه که خب این سایت به اینها حتما نیاز داشته وقتی میرید توی سایت دیگه ای و تو اون سایت هم لاگین میکنه میبینه یه سری چیزهای مشترک بین اینا هست اون هم داره تو این سایت اطلاعات میگیره هم تو این سایت اطلاعات میگیره میگه که خب پس این داره یه اطلاعاتی از شما جمع میکنه میاد اون رو بلاک میکنه
اگه درخواستی اومد به مرورگر که برو فلان سایت که داره ردیابی میکنه، پرایوسی رایتینگر جلوشو میگیره، اون درخواست رو دراپ میکنه و نمیذاره شما به اون سایت برید، اطلاعات شما بره توی این سایت. این مرورگر، این افزونه خیلی خوبیه. خوبیش اینه که داینامیک، چیز اضافی توش نداره، فقط سایت هایی که شما میرید رو پوشش تحت بینش قرار میده، فقط اون افزونه هایی که اون ترکر هایی که با شما سر کار دارن رو جلوشون میگیره و بقیه چیزها رو خیلی عادی میتونید نمایش بدید. نه با ای اف اف مشکل نمیگم اصلا. جانم؟ من اگه این رو میتو ببینیم چی رو؟ این رو میتو ببینیم این کوگنیتو هم برید، باز تفاوت چندان ایجاد نمی کنه. اون همه چیش پاک میشه، همه چیش هم داره. فقط بگید مثلا تو اینترنتو به توکیات رو دسترسی نداره. خب میشه بگید دقیقا چه چیزهایی که ما رو لیمیت میکنه؟ مثلا یعنی از طریق براوزر به چه چیزهایی ما رو میتونه دسترسی کنه؟ گفتم، از طریق خود براوزر به سیستم عاملتون، سیستم عاملتون چیه، چه نسخه اوبونتو دارید، اوبونتو 14.10 دارید، یا سرویس تبلیغاتی ادوبکس کلی از این گوشی‌های جدید که مثلا می‌خواد بیاد اون لیک می‌کنه، میگه سی پی یو شیده، رمش میده، حافظه داخلیش میده، رزولوشنش میده، دوربینش میده، مثلا همه چیز رو می‌ریزه بیرون. اینا کلی چیزا رو می‌واسه می‌شینه بهش دیگه. چون سیستم عامل شما مثلا اوبونتو 14.4 64 بیتی و فایرفاکس 41 مثلا خود اوبونتو رو از مخازن اوبونتو نصب کردید، یه مانیتور مثلا اندازه مرورگرتون تو حالت فول اسکرین مثلا 1370 در 680 روش این افزونه ها رو نصب کردید، یه دوربین دارید روی مثلا لپتاپتون، این دوربین کیفیتش اینه. این از کجای واقعا کافیه؟ اگه ما علو نکرده باشیم اگه علو نکرده باشی داره. ببین مثلا توی فایرفاکس های جدید بهت میگه که این درخواست داره میده، بهش درخواست بدم که از دوربینت ببینه یا نه، ولی قبل از اون خود دوربین رو میتونه ببینه که آقا یه دوربین وجود داره این رو، بعد بهت درخواست میده که وصل بشم به دوربین. اگه دوربین نداشته باشی که اصلا بهت نمیگه به دوربین وصل شم یا نه. این پرایوسی بجر چیز جدیدیه که اومده خودشو دوربین اوپنسورس. آره، همه اینا فری سافتور هم میتونید برید ببینید چیکار میکنن، یا خودتون بخونید یا به یه نفر که قبل شما خونده و گفته اوکی اعتماد کنید. ولی هدفش رو داشتن درآمدزایی شما ای اف اف بنیاد غیر انتفاعیه، واسه درآمدزایی کار نمیکنه. یه سری افرادن که داوطلبانه میان روش کار میکنن، یا اینکه داوطلبانه بهش پول میدن که اون یه سری برنامه‌نویس بیاره و بهشون حقوق بده این کارا رو انجام بده. میگم پرایوسی بجر یه چیز جدیده و همونطور که میتونید ببینید الان در حالت بیتا است. آره. برای همین من خودم از یه چیز قدیمی‌تری که احتمالاً دیگه همتون میشناسید استفاده میکنم به اسم ادبلاک پلاس. ادبلاک پلاس یه اکستنشن، یه افزونه دیگه ایه که برای خیلی از مرورگرها وجود داره و وقتی که میرید داخلش به شما این افزونه نصب میکنه. خب یه دکمه میاد اینجا بریم تنظیمات فیلتر. این کاری که میکنه این یوتیوبه که این استارت فور فایرفاکس رو میزنید با هر مرورگری که برید همه مرورگری از همه اینا هم پشتیبانی میکنه، فایرفاکس و کروم و اندروید و اوپرا و اینترکسیبل و سافاری و کلی چیز دیگه. این چه کار میکنه؟ این یه سری در حالت عادی وسطون لیست میاره. مثلا اینا چیه؟ ادبلاک وارنینگ دی موبایل لیست هست. یه سری از سایت ها هستن میفهمه که شما ادبلاک دارید و میگه که تا ادبلاک رو مثلا غیر فعال نکنید سایت نمیاد بالا. این یه لیستیه که اون سایت ها رو میشناسه، نمیذاره بفهمه که شما ادبلاک دارید. میتونید این بر ببینید که مثلا این همه رول های مختلف داره. خب یه ایزی لیسته که اصلی تری فهرست ماست. اینجا یه لیست از عناصر تبلیغاتی و چیزهایی که از شما اطلاع جمع میکنه رو بهتون میده و میگه که تا حالا مثلا چند بار بهشون خورده. مثلا اد گلوبال هدر هر جا دیدی یعنی این یه چیز تبلیغاتیه مثلا تو هدر، یا
من تا حالا 78 بار اینو دیده و بلاکش کرده توی مرورگر. چه جوری بلاک میکنن؟ نمیذاره بیاد دیگه. وقتی مرورگر درخواست میده که آقا برو مثلا add a slot right from load کن، این جلوی مرورگر رو میگیره، نمیذاره مرورگر درخواست بده برای add a slot. ممکنه چیزی رو اشتباهی بلاک کنه؟ ممکنه یه سوزه هم اشتباهی، اگه اسم شبیه این شبیه اینا باشه میتونه اشتباهی بلاک بشه. اسمای اسمه بیاد بود. آره اون تیکه‌ای که با این داستان هست نمیاد دیگه. اگه واقعا یه نفر اسم یه چیز مهمی رو تو سایتش بشه اد ساید با تحتشه که نمیاد سایتش بالا با اوپن سورس دیگه. آره کجا بلاک کنه؟ مثلا وقتی که برازر داره درخواست میده، وقتی به شبکه میگه که آقا برو واسم اد ساید رایت رو بیار، این کاری میکنه که اصلا نگیر برو. مثلا خط به خط HTML رو که اکسیکیوت میخواد بکنه اونجوری. آره خط به خط HTML رو میده، یه جا گفته مثلا اینجا عدد سایت، یه چیز کلاس عدد سایت رایته، میگه خب اینو نمیخواد اصلا بری بیاری برو بعدی رو بگیری. این ایزی لیست، لیست اصلی بزرگ ماست که معمولا تبلیغات و این داستان هست، چون اکثر این ترکرها هم که میبینید در قالب تبلیغ‌هایی که تو سایت ها هستن خودشون به شما نشون میده. پس اگه کلا تبلیغات رو لود نکنیم میتونیم مطمئن باشیم که خیلی جوره. یه سری مدارنامیز دامنه هایی که شناخته شدن که توشون بدافزار داره، ویروس داره، تروجان داره یا هر چیز دیگه. یه لیست اینجا هست که حالا خوشبختانه خیلی باهاش سرکار نداره، یه درش خیلی زیاد میشه. mp3lead.net مثل این که بدافزار داره داخلش. این حل از اونها چیه؟ این حل از اونهایی که داره میگه که خیلی کلیه این داستان، ممکنه کند کنه چیزتو یادداشته. یه فیلتر یادداشته مرتب بباست که خیلی کوچیکتر از اونست که یک فیلتر مناسب باشه. تعداد زیادی از این نوشته ها میتونه سرعت مرورگر، چون یه سری کوچیکه هی باید سرچ کنه داخل اینا، ممکنه که سرعت پایین بیاره. یه لیست اینجا داره. البته این سیستم عامل نمیشناسه دیگه، مرورگر وابسته است. من تو موضوع تا الان درگیر این شدم، یعنی دی ان اس هم واسط شده بودیم، مثلا تبلیغ ها رو میاد بدون اینکه من اصلا کاری بکنم. یه مثلا جای عکسش میاد اگه یه جایی رو میاد مثلا سایت تلفن دی ان اس آن لوکر و چیزا پدر هم داد دی ان اس مشکل. آره دیگه این در حوزه مرورگر کار میکنه. یه بلاک لیست فمور سوشال که هر کسی پیدا کرد مثلا یه چیزی میتونه تبلیغات باشه میاد اینجا اضافه میکنه. مثلا چون باتن اینستاگرام هر جا میذارن، این وصل به سایت اینستاگرام و اینستاگرام میفهمه شما کجا هست. همینطور مثلا چون باتن فیسبوک، اگه فیسبوک یه دکمه لایک گذاشته یعنی اینکه فیسبوک داره میفهمه شما رفتید تو این سایت و چی رو دارید ببینید. همینطور که میبینید اینجا احتمالا خیلی زیاده، مثلا فیسبوک تا سرچ زیاد داشتن. باتن اینستاگرام این هم مثلا پیوند داره اینستاگرام. آره دیگه یه اینستاگرام آره دیگه، اگه از خود اینستاگرام لود کرده باشی اونجا اینستاگرام لینکشو میذاره مثلا. اگه لینک گذاشته باشی که نه، ولی اگه یه عکس از اینستاگرام لود کرده باشی اینجا، یه دکمه لایک گذاشته باشی از فیسبوک میفهمه تو چه صفحه‌ای هستی. چه بیتر سوشال و گوگل پلاس و این داستان ها، این ها چیزهایی که نمید چی بود که اینقدر زیاد تستون باشه. مثلا delicious.com مثلا مثلا که خیلی تو جاهای خیلی مختلفی که من میرم دکمه داره، این مثلا این رو واسم پرس میکنه مثلا دی. و مهمترین بخشی که واسه به ما معلوم میشه ایزی پرایوسیه. فیلتر ایزی پرایوسی مواردی که مربوط به پرایوسی میشه مستقیما توی این فهرسته. این فهرستاشو میتونید از همون سایت ادبلاک پلاس دانلود کنید و توی سیتتون لود کنید. مثلا این چی بوده؟ 93 تا مثلا این گیف مثلا اینها چیزایی که شناخته شده به این که پرایوسی رو مورد حمله قرار بدید. یه سوال داشتم. بله. آره، یه افزونه هست به اسم دیسکانکت نصب میکنه روی مرورگرتون. کاری که میکنه اینه که بهتون میگه توی این صفحه مثلا این 20 تا ترکره که داره مثلا شما رو ترک میکنه، ببینید از کجا دارن ترکتون میکنن. مثلا
صد دیگه انرژی فچری داره ما رو به خطر اندازه. از اونجایی که مثلا این گیف از یه سایتی داره لود میشه که این سایت با استفاده از همون گیف بتونه آی پی شما رو بفهمه، میتونه کوکی بده بهتون، میتونه چیزی هم ولی گیف بده عکس. خب دیگه اون عکس از کجا میاد؟ بعد مثلا این از چی هست؟ اس جی یه سایته دات اس جی، آره شناخته شده به این که اونهایی که یه چیزی دات اس جی تی جی یه چیزی هستن از یه جایی دارن ترک میکنن اینا رو. چجوری به دست آوردم؟ با استفاده از مثلا همون افزارهای مثل دیسکانکت و اینا سرچ کردم، دیدن که مثلا اونایی که این مشخصات رو دارن اکثرا دارن ترک میکنن شما و آوردن توی این لیست اضافه کردن. فقط در استفاده از اندوکلاس این نکته مهمی است که یه دکمه داره اجازه دادن به تعاملات ناخواسته. این حالتی که در دست حالت عادی یه سری تعاملات مثلا چه میدونم مشاهده لیستش رو بزنیم مشهور لیست این در اومده کجا اومده یه سری تعمیقاتی رو در حالت عادی از بلاک بلاس بگید که خب اینا مهم نیستن نشون بده اینو برده که مطمئن شد هیچ تبلیغی نمیاد. بعد یه چیزی هم داره که شما خودتون میتونید فیلترهای سفارشی توش درست کنید. مثلا من میدونم که چیزی که زیاد کردم آقا مثلا توی زومیت اینا همه تعقیبات هم اینا رو خودم اضافه کردم میرم تو زومیت اینا نریم چه سی فهمید؟ چه؟ یه افزونه داره به اسم Adblock Elementary Program. من اینجا کنترل شیفت F3 رو میزنم مثلا میگم اینجا تعقیبات رو یکم مثلا این مثلا تعقیبات رو بفرس اینتر رو میزنم میتونم این رو اضافه کنم بهش دست باگشم بکنم نه الان مثلا در حالت از اون یه تیکر رو از این بوده من از اراف رو میزنم بعد اد بلاک بلاس الیمنت هلپینگ هایدر الان بیارم اینجا افزونه ها نه زمینه ها نه افزار کمکی حضب تبلیغات این خب؟ برای تبلیغات متنیه؟ هر چیز عکس، فیلم، ویدیو یک کد و جاوا اسکریپت، سی اس اس هر چیز من مثلا میدونم که چم سایت مثلا تبلیغات دات آی آر کلاً یه سایتیه که همه جا تبلیغ سایتی هم جدیدن اومده تو همه جای شکل وی سبز داره آره. تو همه سایت تر من مثلا فقط دامین اون سایت رو بهش دادم گفتم این کلاً تبلیغه دیگه تو هر سایتی که برم این نمیاد سبا ویژن آره سبا ویژن گفتم کلاً فکر کنم اونجا هم باشه سباویژن.com هر چی خب کلن سباویژن تبلیغه پس واسه هم نگیم ممکنه ایسی تبلیغ ها سب خوب باشه برای خب کلن تبلیغ خوب نیست چه تلویزیون تبلیغ میبینی ممکنه یه چیز ببینی باید سانجه من چیز هست من برسته ما ترجیح میدیم توی اینترنت تبلیغ نبینیم چرا شد اینترنت ما رو میخوره از حجم رو کم میکنه فلش میزنه، تماس رو برد میکنه و اینکه ممکنه پشتش یه نفرم ما رو ترک کنه. ما هشتگ ها چیه؟ سلکتورش هست؟ آره، یه سلکتور ها شد. یه سری باید چیزش رو بخونه، داکیومنتش رو بخونه، همه اینا یه معنیده. مثلا یه سری شدید، کلاس به این اسم. اما اسیس پروفایل رو بگیم، دیم اسرالی اشکالش اومده بلا کرده. بازه، یه چیز رول سی اس اس هست. آره، با این رول مثلا من میدونم که هر چی این بود تبدیل اما این سه تا هشتگ بکش بزن مثلا چیز کنیم مثلا یه نمونه اول این کوب مثلا من شما آره بعد از این ما تور رو میگیم و پیجوفی رو مثلا میتونید ببینید که اگر که این پیکو فایلر رو برداشت داریم فعلا و بیایم اینجا توی یه چیز پیکو فایل به سایت پیکو فایل نداریم اگر اینترنت رو یاری کنه
بس چی؟ نه خدا نه خیلی داره اوکی نکنیم الان این سایت رو بدون تحضیباتش اگه اون اوکی میکردیم سایتش تحضیبون معمول آره اگه این رو خیلی فعالش کنیم بودن این وقته دوباره این صفحه رو لود کنیم می‌بینیم که این همه تحلیل بوده و اگر که فعالش کنیم وقت بعدی که لود می‌کنیم دیگه اون داستان رو می‌کنیم خب این از ردپاهایی که ما به جا می‌ذاریم نکته بعدی اینه که خب پسورد انتخاب وقتی پسورد انتخاب میکنید پسورد خوب انتخاب کنید همتون بلدید لازم نیست چیزی بگن آها نکته بعدی موقع ایمیل هایی که میخواست تمام این داستان هایی که گفتیم برای برقراره برای ایمیل هم برقراره با یه تفاوت با این تفاوت که ما وقتی که به وب بس میشیم میدونیم که میخوایم بریم ویکی‌پدیا دیگه با ویکی‌پدیا کار بس ویکی‌پدیا باید بدیم باید چی کار داریم اما چیز اینطور نیست ایمیل اینجوری نیست ما وقتی که به جیمیل بس میشیم به یاهو یه چیز میفرستیم میخوایم در من جیمیل دارم به فرض ایشون یاهو داره من میخوام ایشون فقط بدونه من چی دارم بهش میگم نمیخوام همون جیمیل و یاهو هم بدونن که من دارم چی میفرستم به یا این چی داره میفرسته به من برای همین ما باید بین خودمون یه ارتباط مشترک ایجاد کنیم برای این یه پروتکلی داریم به اسم PGP اسمش از PGP مخفف Pretty Good Privacy برای استفاده از PGP یکی از بهترین نرم افزارهایی که وجود داره یک نرم افزاری به اسم GPG مخفف گنو پرایوسی دارد بزن اینجا بزن اینجا پیزی جو گنو پرایوسی دارد گنو پرایوسی کارت میاد چی کار میکنه؟ این همون کاری که ما توی حالت HTTPS میکردیم یه کلید عمومی و خصوصی داشتن هر کسی و با این کلید عمومی ها رمز میشد میرفتیم و با کلید خصوصی ها رمز میشد میومدیم و بین دوتا آدم انجام میدن به چه صورت وقتی که شما شروع میکنید به استفاده از ایمیل و میخواید امن باشید باید یه جفت کلید بسازید هر کسی یه جفت کلید میسازه یه کلید عمومی که یه کلید خصوصی که برای خودشه یه کلید عمومی که به همه میده یکی از راحت ترین برنامه‌هایی که این کار را میکنه توی اوبونتو سی هورس میخواستم ویندوزش هم بگم ولی واقعا وقت نمیشه دیگه که شما میایید اینجا میگید که آقا یه کلید جدید واسم بساز یک کلید پی جی پی کانتینیو اسم کاملتون رو میدید مثلا دانیال بهزادی و ایمیلی که میخواید ازش استفاده کنید مثلا ایمیل دو تا استفاده خب ایمیل خودمون یه سری اطلاعات ادوانس هم میتونید بدید که از چه نوعی باشه آرسای چیز خوبیه امنیتش چقدر باشه 248 چیز خوبیه اگه خیلی میخواید مهم باشه میتونید از کلید مثلا 4096 بیتی استفاده کنید که مثلا خیلی دیگه امن‌تر باشه سرعت برای جان سرعتش چون میگم یه سی پی یو ورس و ایمیل تو چقدر حجم داره مگه مثلا میخواید یه چیز 1 کیلوبایتی رو مثلا واسه چیزایی مثل ویدیو کال واسه ویدیو کال نمیتونی از این استفاده کنید این واسه ایمیل و میتونید بگید که مثلا کلید شهر بیتی باشه و میتونید که جان اگه پیوست داشته باشه ایمیلتون نه پیوست ها رو نمیتونه مثلا پیوست ویدیویی رو با پیجی پیچیز کنید تونستن میتونه ولی معمولا این کار رو نمی کنم چون اون وقت باز کردنش خیلی طول میکشه متن ایمیل رو میکنه ولی میتونید پیوند ها رو هم با پی جی پی چیز کنید ولی باید این رو قبول کنید که هم فرستادنش و هم گرفتنش طول میکشه اگر چیز مهمیه میتونید قبول کنید طول کشیدن رو و چیز کنید ولی خب خوبی اینه که مثلا توی متن میفرستید شما متوجه نمیشید که اصلا رمز شده واسه تون اومده خود میکرهتتون کار میکنه
میتونید یه تاریخ بدید که مثلا تا این تاریخ فقط معتبر باشه یا همیشه معتبر باشه. حالا کلیت رو که بزنید این کلید رو میسازید. من قبلا کلیدم رو ساختم اینجاست. خب این کلید منه، ایمیل هایی که ازش استفاده میکنم از این کلید استفاده میکنم. میتونید عکس بدید بهش، میتونید ایمیل هاتون رو بهش اضافه کنید و این داستان ها. این دوتا کلید ساخته اینجا برای این کجا ذخیره میشه توی هومتون؟ این هوم توی /.gpg توی SSL شد اینجا ذخیره میشه و این مثلا منم میتونید کلید دوستاتون هم اضافه کنید. خب ولی قبل از اینکه بگیم چجوری اضافه میتونید بکنید، بگیم که خب این کلید خصوصی منه، یک کلید عمومی هم دارم دیگه، کلید عمومی هم باید بدم به بقیه که استفاده کنید. یه سیستم درست شده برای پابلش کردن کلید، سینک هم پابلش نیست. خب شما این کلید رو انتخاب میکنید، سینک میکنید. این الان شروع کرد به سینک کردن. کلید من روی سرورهای مختلف میزده. روی چه سرورهای؟ کی سرور رو میتونید بزنید؟ روی این سرورها الان کلید عمومی من میزده. هر کس که با من کار داشته باشه ایمیل منو بدیمه میتونه از یکی از این سایت ها کلید عمومی منو پیدا کنه و با استفاده از اون به من ایمیل بزنه. HKP پروتکل اشتراک کلیده. اضافه هم که بودون دوست اکتیو دایرکتوری و اون داستان هست. HKP پروتکل مخصوص این کاره. HKP و HKPS. HKPS چیه؟ اونم اسش مثل سکیوره آخره. خب این شروع میکنه به اون فایل ها فرستاد. از اون طرف ما یه چیزی داریم، یه میل کلاینت داریم که میخوایم روی این به کسی ایمیل بفرستیم. یه افزونه هست برای تاندربرد، همیشه از تاندربرد استفاده بود. میل کلاینت خیلی خوبیه و امکانات خیلی زیادی داره. افزونه هست به اسم انیگمیل. انیگمیل کارش اینه که پروتکل PGP رو به تاندربرد اضافه میکنه. اینو برید از همون مخازن خود چیز این بالا سرچ میکنید انیگمیل و دانلودش میکنید. توی خودش یاده میشینه که خودش همه کار میکنه، شما فقط کافیه که نصبش کنید. خودش میره میگرده میبینه که شما کلید دارید یا نه، کلید رو که داشتید میاد اضافه میکنه این تو و امکانات رمز کردن و رمزگشایی رو خودش اضافه میکنه. این خیلی دور پیشرفته، شما به اینا احتیاج نداره. خودش اگر که کلید نداشته باشید میتونه بره توی اینجاها بگرده کلید طرفی که بهش ایمیل میزنید رو پیدا کنه، اضافه کنه. بگیم که چطور رایت رو وقتی میزنید انیگمیل یه سری چیز اینجا اضافه میکنه. چند تا امکان داره. یکیش اینه که اولی گزینش خب رمزگذاریه. چطور رمزگذاری؟ رمزگذاری برای چی میکنه؟ برای اینکه مطمئن باشید فقط طرف مقابلمون میخونه. اگر من به ایشون یه ایمیل میزنم میخوام بدونم که فقط ایشون میخونه. پس چه کار میکنم؟ ایمیلم رو رمزگذاری میکنم. با چه چیزی رمزگذاری میکنم؟ میگم که هر رمزگذاری یه کلید میکنم. من با کلید عمومی ایشون که به من داده رمز میکنم. چرا که برسه به ایشون و چیزی که با کلید عمومی ایشون رمز شده فقط با کلید خصوصیشون باز بشه. پس نه ایشون فقط ایشونه که میتونن این نامه رو باز کنن. این کلیدها چجوری نشون میدونه؟ با فلش چیزی؟ کلیدها گفتیم روی اون سایت ها هست دیگه. از اون سایت؟ آره، کلیدها کلید عمومی از اون سایت. بله. چرا نمیشه از کلید عمومی کلید خصوصی رو فهمیم؟ نمیشه دیگه. یعنی نحوه از مهندسی مرکوز نمیشه دیگه؟ نه نمیشه. یه جور هش گذاریه، یه هش دو طرفه کلید نامتقارنه که هر این دوتا با هم دیگه رفت دارن ولی هیچ وقت از این به این و از این به این نمیتونی برسید. اگه آره ولی وقتی که مثلا دو به توان میشه به زمان میتونید پیدا کنید ولی وقتی که شما یک کلید درست کردید با دو به توان 2048 بیت
تقریبا غیر ممکنه دیگه. من چطوری تشن رو تعطیل دارم؟ شما هزینه به این نمیتونید برسید. شما چیزی که با این درست شده رو با این میتونید باز کنید، چیزی که با این باز نمیخوام الان چیز بگم. رمزنگاری خودش احتیاج به مثلا شما 6 تا واحد دانشگاهی داره. ولی اصولا اصلش اینه که شما چیزی که با این درست شده رو با این میتونید باز کنید، چیزی که با این درست شده رو با این میتونید باز کنید، چیزی که با این درست شده رو با هیچ چیز دیگه نمیتونید باز کنید، چیزی که با این درست شده رو با هیچ چیز دیگه نمیتونید باز کنید و از این به این و از این به این هم نمیتونید برسید. این کلیتش. خب پس گفتیم رمزگذاری اینجوری انجام میشه. یه چیز دیگه داره به اسم ساینینگ، یعنی امضا کردن. بهش میگن امضای دیجیتالی. این روزا خیلی این چجوریه؟ کی از امضا کردن استفاده میکنید؟ وقتی که میخواید طرفتون که ایمیل رو میگیره مطمئن باشه شمایی که این رو نوشتید، ایشون نرفته به جای من به شما نامه بنویسه. برای این حالت که امضا میکنیم پای چیزمون، پای ایمیلمون رو امضا کردن با چیه؟ یک کلید میخواد دیگه، با کلید خصوصی که دست خودمه میام نامه رو امضا میکنم. چرا؟ چون وقتی میرسه به ایشون که کلید عمومی من رو داره بتونه با اون باز کنه. اگه با کلید عمومی من باز شد یعنی من نداشتم، چون کلید خصوصی من دست خودم فقط، دست هیچ کس دیگه نیست. من یک کلید عمومی یک کلید خصوصی دارم. خب کلید عمومی دست همه این کلاس هست، برای کلید خصوصی دست خودم. من کلید خصوصی نمی‌سازم. گفتم اون برنامه که نشون دادم کریئت کردم. اون یه جفت کلید خصوصی عمومی می‌سازه برای من. خب، با آدرس ایمیل من. من فقط کاری که می‌کنم اینه که مواظبم کلید خصوصی مو هیچ کسی بهش دسترسی پیدا نکنه. و کلید عمومی رو می‌ذارم روی یکی از اون سایت‌هایی که اونجا دیدیم که هر کسی خواست بتونه بره از اون سایت کلید عمومی منو بگیره. خب؟ این کلید ها یه فایل که توی کامپیوتر منه، کلید خصوصی یه فایلی که توی کامپیوتر منه، توی همون جایی که بهتون نشون دادم. هیچ کسی دیگه به این دسترسی نداره. همه کلید عمومی من رو دارن، کلید خصوصی من رو خودم دارن. پس هر چیزی که بقیه بتونم با کلید عمومی من باز کنم معنیش اینه که با کلید خصوصی من رمز شده، چون فقط من دارمش، یعنی من این نامه رو نوشتم. اوکیه؟ و یه امکان دیگه هم بهتون میده که چون رفتن و گرفتن کلید عمومی از سایت های مختلف کاریه که خیلی ها انجام نمیدن، میتونیم مثلا برای اولین بار که به کسی ایمیل میزنیم کلید عمومیمون رو ضمیمه کنیم به همین ایمیلی که داریم میفرستیم. اتچمنت پابلیکی رو میزنیم، ایمیل که میره یه ضمیمه همراه با اون ضمیمه کلید عمومی من هم میره. نه، چون کلید عمومی قرار همه داشته. آره این همیشه یه افزونه داری. چقدر هیچ؟ مثلا چند کیلو بیتی توسی کنیم؟ مثلا من میخوایم به مفتر میفهمی که رند شده به بسیدی داره فرستادنش رو بگیم گرفتنش هم میخوام به یکی از دوستان ایمیل بزنم. به دوستان نیما میخوام ایمیل بزنم. من کلید عمومی نیما رو دارم، پس به صورت خودکار وقتی که ایمیل نیما رو وارد میکنم این ایمیل میاد رمزگذاریش فعال میشه، یعنی من این نامه رو واسه دارم رمز میکنم. این روزا بدجوری به اینترنت عادت کردیم، همش داریم اطلاعاتمون رو تو اینترنت به اشتراک میذاریم. غذاهایی که میخوریم، آدمایی که میبینیم، جاهایی که میریم، چیزایی که میخونیم. بذاریم بهتر توضیح بدم. همین لحظه اگه کسی بخواد اطلاعات شما رو نگاه کنه میتونه بفهمه شما کی هستین، از چه سیستم عامل و مرورگری استفاده میکنین، چه سایتایی رو میبینین و دقیقاً از کجا دارین همین ویدیو رو تماشا میکنین. علاوه یه عالمه اطلاعات دیگه که شاید دوست نداشته باشین کسی بدونه، مگر اینکه از تور استفاده کنین. تور از حریم خصوصی ما تو دنیای اینترنت حفاظت میکنه.
اطلاعاتتون رو تو 3 لایه رمزگذاری میکنه و هر بار به 3 سرور تو جاهای مختلف دنیا میفرسته. این سرورها رو اعضای شبکه تور داوطلبانه اداره میکنن. اینطوری ما میتونیم تو اینترنت به صورت ناشناس فعالیت کنیم. ضمناً تور اطلاعات ما رو از نظارت افراد و شرکت‌ها و دولت‌ها هم حفظ میکنه. مثلا شاید شما تو کشوری هستین که حکومتش سرکوبگر و میخواد اینترنت رو کنترل و نظارت کنه. یا نمیخواین شرکت‌های بزرگ تجاری از اطلاعاتتون سوء استفاده کنن. کاربرای شبکه تور همه شبیه همن. در نتیجه ناظرای اینترنت گیج میشن و کاربران ناشناس میمونن. برای همین هر چی کاربرای تور بیشتر بشن، شبکه امن‌تر میشه. چون توی جمعیتی که همه شبیه همن راحت‌تر میشه قایم شد. وقتی از تور استفاده میکنین، میتونین بدون اینکه نگران نظارت باشین از فیلترها رد بشین و به هر سایتی که دوست دارین سر بزنین. دیگه تا روی چیزی کلیک کنین تبلیغش تا ماها دنبالتون نمیاد. با تور دیگه حتی معلوم نیست کی هستین و از کجای دنیا به اینترنت وصل شدین، مگر اینکه خودتون بخواین بگین. ضمناً با دانلود و استفاده از تور میتونین از کسایی که میخوان تو اینترنت ناشناس بمونن حمایت کنین. مثلا فعالای سیاسی اجتماعی، روزنامه نگارا، وبلاگ نویسا. از تور استفاده کنین یا داوطلب شین و یه سرور رو اداره کنین.